من گوهر از شهر کلابی باستانی صاحب دو فرزند هستم. من قریب 4 ماه می شود که زندگی آبادم ویران شد. باشد در یک روز روزی کاریم 13 سومانی است و ساعت 3 عبد. زندگیم بسیار دشوار است. از سببی که در زندگی بسیار عذاب کشیدم، حتی گفتم که از این دنیا می روم. آیا شوهر شما ای کار شما راضی هست یا نه؟ نه، البته نه. آقای شما صحبت میکنه؟ بله، من گویم دویم یا سیم زنش میشم. شما؟ شما را دختر کتا گرفته گیم؟ من دختر کتا با باز موازی توی کردم. میدونید که جدای صنعت انتخاب کرده شما از جهت اسلام گیریم درست نیست؟ بله، التماس میکنم، خواهش میکنم که شما هم اپا دارین، خواهر دارین. التماس هر کس درد زندگی خچه خودش بدونه، امارم مرا دستگیری کن. بله، در روزهای بدترینه که من در حیات داشتم او از بری من رفت، کار گفتم شهری مسکره رفت. در تلفن و در یوتیوب میپرتوین زنها رو غرید قپیدن میگن، باور نکنین اینا همش راهی بد است، راهی آدم فریبکنی هست. از همین سبب گویم هم میشود رحیم پرودکشن. سلام علیکم دوستان، هواداران سامانه رحیم پرودکشن. این برنامه سیرهای نگفتن منظور شما میگردد. در برنامه نوبتی ما حضور دارن اپای گوهربانو از شهر کلابی بستانی. اپا جان عزیز، شما رو با برنامه خوش اومدید میگیم. سلامت باشین. سلام بر همه مردمی تاجیکستان، به همه غریبا. مینادارم که شما با ما هستین، با ما بودن را فراموش نکنید. تشکر زیاد اپا جان عزیز. و میگذاریم به قسمت سوال جواب اویدی برنامه سیرهای نگفته. شما تیار هستید؟ بله. یکم سوال با شما چنین داده میشه اپا جان عزیز که کمتر اوید خود معلومات میدادید؟ من گوهر از شهر کلابی باستانی صاحب دو فرزند هستم. با پدر و مادر خودم، همراه پدر و مادر خودم زندگی میکنم. همه شما همه وقت همراه ما باشین، ما باز در خدمت شما هستیم. تشکر زیاد آقا جون عزیز. و میگذاریم قسمت زندگی شخصی آقای گوهر بانودا که چی سبب باشید، چی کارو شد که میخواد که با جدای صنعت اولین قدم خود را گذارد. تایرین اپا جون عزیز، یکم سوال با شما چنین داده باشد اپا جون عزیز من که آید زندگی خودتون کمتر معلومات میدادین، آیدادار هستین و با چی کار مشغول هستین؟ من قریب 4 ماه میشود که زندگی آبادم ویران شد و سببی که در زندگی نفهمایی بین من و شوهرم شد. من در شهر مسکوه بود، خیالی هر خیل فکرهای بد میکرد. خداوند شاهد است که هر یک زن پاکی خودش رو خودش میداند، خداوند میداند. و از همه بدترینش این بود که من دوست داشتم، 9 سال زندگی کردم. حرمت و احترام بین ما بود، حرمت و احترام بین ما بود. ما بسیار زندگی خوب داشتیم، ولی در اینجا گویم که بسیار کلان ها ناراضی بودن از زندگی ما. نمیخواستن که من با شوهرم زندگی کنم. مثل که ما هر دو بالی یک بوده رو از هم جدا کردن. امیدوارم که هر یکی که در بدی یک بنده هست جزایش رو میگیرد. بله اپا جان عزیز. و 4 ماه شدید جدا شدیتونم؟ بله. در مدت 4 ماه شما همراه پدر و مادر خود زندگی میکنید؟ بله. شما در اوله چند کسی؟ ما در اویله 6 دختر هستیم، اصلا پسر نداریم. پدرم تنها خودش کار میکند. چی کار های پدرتون؟ پدرم در شهر کلاب تاکسی میزند. راننده است. مادرتون؟ مادرم خانشین است، مادرم کسل است. 17 سال میشود که مادرم کسلی میکشد. یک پدر است که از مهده همه ما میبراید. در اویله 6 دختر همه تون اویله دارستیم؟ بله، 4 تا من اویله دار، 2 تا خواهر دارم. شکرانه که با دانشجوی هستم. خودم داخل نشدم خونم، از حسابی داخل نشدنم. حاضر در یک کارخانه کار فعالیت میکنم، فراشش هستم. در اونجا در یک روزش را اول یک استافکا بودم تا 800 سومان میگرفتم. حاضر باشد در یک روز روزی کاریم 13 سومانی است و ساعت 3 عبد. زندگیم بسیار دشوار است که مثال در همین راه رفتم. ایجادیاتم 14 سال می شود که خودم شعر می نویسم، ایجاد می کنم. ولی خاطر زندگی، خاطر حیات
صبر کردم ولی دیدم که دردم زیاد شد دیگر طاقت کرده نتوانستم و به شما مراجعه کردم. تشکر زیاد آقا جان عزیز. در جایی که گفتین کار و فعالیت میکنیم، مزد معاش شما 13 سومانی هست؟ در یک روز روز کاری هم 13 سومانی است. در یک ماه 400 سومانی میگیرم. در یک ماه 400 سومانی میگیرین؟ ای ساعت چند تا چند کارون؟ ای 8 صبح تا 3 عبید. ای ساعت 8 پگاروزی تا ساعت 3 عبید. خوردن از حساب جای کار؟ بله از حساب کار است. شکر خدا رئیسمون بسیار آدمی خوب است، انسان خوب است. خدا من برکتش را از این زیادتر کند که دستگیری کرد من را در آنجا. از آن می ندارم. نداری خودم رو بکه کمرون بیان میکنم. خدا من همه وقت سربلند باشم. وقتی که شما ایشاری کلو بشاری دشانبی اومدید، نزدیکان شما یعنی پدر و مادر شما از این کار شما آگاه بودن؟ بله آگاه بودن. میدانستن. میدانن که من ایجاد میکنم. میدانن که من حواسی سرانده شدن دارم. از سببی که در زندگی بسیار عذاب کشیدم، حتی گفتم که از این دنیا می روم، دلگیر شدم، هر روزم با گریه با روزای سخت می گذراندم. از این سبب گفته این دختر یکم کارش نشه، دیگر کارم ندارند. خودت می دانی، خودت راحت را انتخاب کن. خدا هم برکت شد به تکلیف دو فرزند مرا تای قنات کردن. از حسابی که خودم عذاب داشتم، هم بیماری کشیدم و در روزهای سخت زندگیم، روزهایی بود که ما حیات در نظرم تمام شدگی بود. شما در انتخاب، یعنی انتخاب شما سرایندگی هست؟ بله، هم سرایندگی هم ایجاد کردن، ایجادیتم رو برآوردن. شما میدونید که در مدت 4 ماه میشود از شوهر خود جدا شدن. در مدت 4 ماه علاقه به این کار را دست زده سین. مثال توی درجه را آمدین به شهر دوشنبه نیز همراه ماشینا شدین و برنامه خود را سر کردین. آیا شوهر شما این کار شما راضی هست یا نه؟ نه البته نه. همراه شما صحبت میکنه؟ بله از من خواهش کرد که از این راه گرد من خودم نگاه میکنم. بله بسیار عذاب کشیدم. و شما مزد مهنت برای فرزندانت برای خودت روی میکنم؟ نه طریق دو ماه میشود که نکرده است. زنگ زد همین سه روز پیش نزدیکی. ما خودم میکنم بودا کورا نگو میکنم به دستم میومده گیره. من خیلی گفت حالا تایلی گرفتن شما معلومه که خدا من خودش دیمورا اولا دار شدگی هست؟ راست دیگه من گویم دیوم یا سیم زنش میشم. شما؟ شما را دختر کتا گرفت؟ من دختر کتا با بعض موازی توی کردم و سویب زن ایش خوشی. بله من دوست داشتم گرفتم تا حال هم دوست میدارم زندگیم را و میدانستم زن دارد سویب دختر هست. از سببی که دوستش داشتم قبولش کردم. شما در بالای وای زندار بودنی و باز شما نیز زنی دویوم شدین؟ از وای جدا شدگی بود. دو سال از شما فکر نکردین که شاید یک روز نه یک روز همین حال نیز بسر شما میاد؟ نمی دانستم یا از سببی دوست داشتنم بود یا از سببی که دیدم مثال آدمی خوب گفتم زندگی دیدگی مثال من تای قدر میکند. من یک پدری تنها دارم. از همین سبب بود نمی دانم. فرزندان چند سال هست؟ شکرونه الله بچه کلو نیم سینفی دو هستم ایدکیم 6 نیم ساله. شما چند سال هستی؟ من 28 ساله. در مدت 4 ماه خانه شما یکون خواستگار یکون نفر اومدگی هست؟ نه متاسفانه خودم نمیخوام بیاین همه رو نمیگوین چون من راضی نیستم. برای دویم برای شفر کردن؟ راضی نیستم. شما میدونید که جدای صنعت انتخاب کرده شما از جهت اسلام گیریم درست نیست؟ بله میدونم. و نیز شاید در کمنتری ها شاید در برنامه ها بنویسن که مثال تو فلان هستی تو بیمادان هستی. آیا شما طاقت چنین گپ ها رو دارید؟ از همانهایی که در کمنتری ها و در پیام افیر گپ های قبیح میزنند
التماس میکنم، خواهش میکنم که شما هم اپا دارین، خواهر دارین. التماس هر کس درد زندگی چه خودش بدونه، من درد زندگی من به همه چیز میبرم. من به نماز، به سوراخونی، به قرائت میرسم، ان شاء الله من به همش میرسم. لیکن این درد دلم است، میخواهم که همه داند که در زندگیم چی روزهای سخت رو گذراندم، چی روزهای بد رو گذراندم. التماس گپهای قبیح نزنین، از برای الله. هر کس فکر خواهر اپای خود چکنه. در زندگی بسیار درد کشیدم، عذاب کشیدم، خودم میدانم و خداوندی طوری سرم. بله، بهترین سخن رفتن اپا جان عزیز. و سوال دیگر با شما چنین داده می شود که فرزندتون نیز تحصیل میکنند؟ بله. این حال با موزد محنتی شمایی که در یک و سیزده سومان میگیرین میرسه به زندگی تو؟ نه، نمیرسه. پس چی کار میکنین؟ نمیدونم، خداوان خودش، خداوان خودش درست که بنده را خودش میده. بعد روزای حالاتایی که باید کاری دیگه هم دست دیگه باشه؟ نه، متاسفانه یکم باری است که در حیاتم با کار مشغول شدم و فراشی کار میکنم. یعنی موزد محنتی حلال؟ بله. شما یک بار فکر نمیکنه که ای همه در کار بهتر همون است؟ شاید اولی که کم هم باشد برکتش زیاد است. جدای صنعت دارد، از هر طرف صنعت یک چیزی هست که اپای گوهربانو رنگ یک گوشتی که در بیان بون مونده، ای هر طرف سگها، شغلها، روباها. میدانه که ای هر یک جای گوشت چند قدر که بیاون نیاون برای خودشون میگیرن، کوشش میکنن که یک چیز بگیرن. تو فکر نمیکنی که در جدای صنعت وقتی که اولین قدم های خطا میمانی شاید نفر رو پیدا شوند، اظهار محبت کنن، شما را به زنی گیرن یا دیگه خیر فکر رو نسبت شما کنن؟ با اینها شما تیار هستید؟ نه، متاسفانه از همش خواهش میکنم که به جای برادران باشم، به جای دودران باشم. حاضر فقط فکرم در فکر دو فرزندم هست، همه توجه هم به دو فرزندم هست که متاسفانه روزای بعد رو دیدم. میخواهم که تحصیل اونها رو دوام دهم با محنت حلال، با ذره هم باشد از طریق الله. شکر میکنم که میوید نصیبان بگردونه، همینش بسنده است. بهترین اپا جان. و سوال دیگه با شما چونی داده میشود که بسیارتر شما را زندگی کدام قسمتش ناراحت میکنه، یعنی دل شکستت میکنه، پج مدتون میکنه؟ بسیارتر برای همون قسمتش ناراحت کرد که من در این روزها رسیدم. روزهایی بود که مریض بودم، مریض بودم که محتاج شوهر بودم، محتاج خانواده شوهر بودم. از شوهرم خواهش کردم که من بیمارم، مرا دستگیری کن. بله، در روزهای بدترینه که من در حیات داشتم او از بر من رفت، کار گفتم شهر مسکره رفت و توکلم رو بر خدا کرد. شکرانه الله که در اینجا یک دادر پیدا شد، شهباز جان هست و میندار هستم. همه وقت خداوند تنه تصیحت کند که در زندگی بسیار من رو پدشک همون وی دادر کرد که من از همین روزا برامدم، توبتی من رو گرفت. از همه بدترینش همین بود که در روزهای بعدی من و ایما رو ترک کرد که در یکم روزی بعدش او رو ترک نکرده بودم و همه وزبینی زندگی صبر کرده بودم. این بود روزه که من خودم رو پرشکسته خیال کردم، به کس خیال کردم. در دنیا تنها صاحبم وی رو میدارستم. حاضر فکر میکنم که در دنیا غیر دو پسرم دیگر هیچ کس رو ندارم. این همه بدترین روزی بود که من پرشکسته زندگی شدم. شما یک بار فکر نکردین که وقتی که گفتین من بیمار بودم و به شهر روسیه رفت، شاید وای هم زندگی من بر کرده که بشه رفته؟ وای نم اومده بود، دو هفته شده بود اومدنش. بسیار نایستاد اومدید. حال من بسیار وزوین بود، بسیار وزوین بودم. نمیدونم سبب چی بود که چی شد که از بر من همون رفتگیش که هفت دیگر گویم هم بر نگشت. شما را جواب تاند بودگی؟
بله متاسفانه دودگی. با کدام سبب؟ با سببی که بسیار عشق داشت بر من، بسیار گپای قبیح میزد. با کدام خود نسبت شما رشک میکشم در اگم یک کار میکردیم؟ یکم جا کار نمیکردم. از سببی که برادران خواهش میکنم که در کسانی که در شهر مسکو هستن در تلفن و در یوتیوب میپرد یا زنها رو غرید قپیدن میگن، باور نکنین اینا همش راهی بد است، راهی آدم فریبکنی هست. از همین سبب گویم هم میشود که میدی در تلفن این خیل تو وای با مثال بیسلی همیا هستی، تو همی خیلی میکنی، تو خیانت میکنی. ولی والله شاید است که خداوند من یک تاس از همه سیری بنده هاش اون آگاه هست، شاهد و حق است که من در راه بد نبودم. نیتش رو بد کرد بر من، ویدیوهای بیمانی بسیار تماشا میکرد. از همه شما خواهش میتونم اکا جانو دادا جانو که به زنهای خودتون ای خیل بدرشکی نکنه، زندگی آبادتون رو ویران نکنین که در دنیا همه چیز پیدا کرده میشود. اکا جانو زندگی آباد فرزندارت پیدا کرده نمیشود. در زندگی چه عرض داره میشود؟ در زندگی آرزویم همین است که میخوام پر بال پدرم شوم که اون مثال 30 سالش رفته ایستاده است. ما فرزندا همه بالای همون بار هستیم. دو خواهرک دارم، آنها تحصیل میکنند در دانشگاه های دولتی. میخوام که بال و پر پدر خودم شوم، دستگیر شوم که پسر ندارد. میخوام که در جای پسر اون من باشم که سری خان رو نبیند که در روزهای وزوین زندگیم دستگیریم کرد. یگانه آرزو و حواظ شما همین است؟ یگانه آرزو و حواظم در زندگی همین است که دستگیری پدر مادرم شوم. دویم برا با شوهر برامادم؟ نه، شوهر نمیخواهم. جدای سندم نیست؟ در جدای صنعت گویم 14 سال می شود که ایجاد می کنم. حواسم زیاد است، شکری الله. همه طرفه حواس ارزو هم دامین بود. ای کوشش می کنم که دوام تیم. در سینی چند ساله ایتون اولا داشتی؟ در سینی 18 ساله. خطی شوهرتون چند سال زندگی کرده؟ 9.5 سال. در مدت نهانی این سال زندگیتان خوب بود؟ شکرانه الله، 7 سالش بهترین بود. بعد این 7 سال گویم زندگی رو آبودیش رو ندیدم. با فهمایی بسیار بود. روزی نبود که در اون خونه جنگ نباشد. اگر زندگی شما خوب شود، یکون کاری خوب در شهر کلوب بیاوی، مثلا مقصد بولو پری پدر شایی، بولو پری مادر شایی، جدای صنعت ترک میکنی؟ البته. فقط جدای صنعت انتخاب مجبور شدن زندگی نسبت شما؟ نه، راستی من از کودکی هوس داشتم، ایجاد میکردم، ولی باور نداشتم که من در زندگی شکست میخورم. در جدای صنعت برآمدن من سببش این است که مرا غرورم دیگر آرام نماند. گپای قبیحی آدم ها، گپایی که من رو در زندگی غرورم رو بلند کرد. شما جدای صنعت رو انتخاب و یعنی با قول دیگر برقصد شوهرتون کردیسید؟ نه، متاسفانه شعر سفردان در بره زندگی هم هست راست، لیکن حوث بود، این حوث در دلم بود. یکان خصومت، یکان بدبینی نسبت شوهر نیست؟ بدبینی نیست تو، ولی دلم شکسته است. بدین دوستان عزیز، هر یک کدام در یک جوی زندگی یک پستی یک سردی داره که کوشش میکنه که به یک جوی برسه، یک قله‌های بلند زندگی صاحب شود. ما 100% باور دارم و فکر نمیکنم که همه آدم ایخسانیش مثلا صنعت انتخاب کرده باشه یا ایخسانیش این کارش کرده باشه. شاید در دلی بسیار سیرها باشه گفتن نمیتونم، لیک از شما اعتماد خواهش میکنم دستگیری کنین و انشاءالله که عاقبتش بخیر میشود. در انجام صحبت یکان چی گفتنی؟
در انجام صحبت به همه مخلصان شما، به همه مردمی غریب می رسانم که من دختری هستم که در زندگی بسیار جبر دیدم، در زندگی بسیار روزهای بد رو دیدم. تنها امیدم برای این است که دستگیری پدرم شوم، که ما پسر نداریم. می خواهم که در آینده دستگیری پدر مادر خودم شوم. مادرم بیمار است، پدرم 30 سالش رفته ایستاده است. فقط نیتم پاک است، التماس شما همتان دستگیری کنین، گپ های قبیح ننویسین. همه ما مسلمانیم، همه ما آدمیم، همه شما را خوش آمدید میگویم. تنی صحت، خانه آباد، شیرینی حیات به هر یک شما تمنا میکنم، که از همه بدترین در دنیا این تلخی زندگی هست، که خداوند اون را به یکم تشون نصیب نگرداند و همیشه خوشبخت و تنسیت و خانه آباد و سربلند و سلامت باشین. تشکر زیاد آقا جان عزیز، خدا نگهبان دوستان عزیز، تو برنامه های آینده. رحیم پروداکشن.